made the deal within 1 week after the election. Instead, they become very rich. And I told China, if you buy oil from Iran, they were buying massive amounts. If you buy oil, you're not going to do any business with the United States. And I said that to numerous other countries also. And Iran was coming to the table. They were dying to make a deal. And what I did, getting us out of that horrible Iran nuclear deal, that was one of the best things I did for Israel. Problem is the new administration blew it. They blew it. And they allowed Iran to have a nuclear weapon. حتما میدونید که این جریان شیعه دوستان عزیز امام جمعه بابلسر رو امروز اینجا کشتن تو موش توضیح خواهیم داد. اعتراضات امروز ماشین باخته هم اینو گوش بدید، خاتمه نزدیک میشین ولی یکم طولانی، ولی گوشش نظرتون تو حوزه اجرا چیکار میشه کرد؟ یعنی ببینید، گزارشی وزیر نیرو در اولین جلسه شورای عالی آب در همین دولت 13 به رئیس جمهور داد و گفتش که ایرانیان از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1399 130 میلیارد متر مکعب بیشتر از اون چیزی که وارد سفره‌های آب زیرزمینیشون شده ازش برداشت کرد. یعنی آقای مهرابیانی و 130 میلیارد، یعنی 5 دریاچه به بزرگی دریاچه اروپا در شرایط نرمالش ما بیشتر از اون چیزی که وارد سفره‌مون شده برداشت کردیم. یعنی این حرفی که من زنم حرف عجیب و غریبی نیست، خود عالی‌ترین مقام وزارت نیرو داره به رئیس جمهور میگه. اخیراً هدایت فهمی مدیر عالی وزارت نیرو گفتش که این رقم در 1401 به 160 میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کرد در 1401. یعنی بحران خیلی جدیه. ببینید، ما میگیم که 4 میلیمتر فرو نشسته زمین، یعنی بحران، یعنی باید یک ستادی به ریاست عالی‌ترین مقام اجرایی شکل بگیریم، بحران رو مدیریت کنه. الان در اسپانیا، در ایتالیا، در جنوب اسپانیا و ایتالیا، در
منطقه که 3.6 میلیمتر در سال داره فرونشست اتفاق میفته، الان به ریاست نخست وزیران این کشور ستاد تشکیل شده. این رقم الان تو جنوب غربی تهران ما 36 سانتیمتر در ساله و در فاصله بین دشت فساد تا جهرم 54 سانتیمتر در ساله، در اصفهان 25 سانتیمتر در ساله، در یه جایی در یزد 27 سانتیمتر و این رقم یعنی بین 30 تا 140 برابر اون چیزی که بهش میگیم بحرانی. یعنی ما چیزی دیگه برای از دست دادن نداریم. کی اینا رو میفهمه بیشتر از همه؟ مسعود تجریشی میفهمه، عیسی کلانتری میفهمه، میفهمن که سر چیزی دیگه نباید مصلحت اندیشی بکنن، چیزی برای مصلحت اندیشی باقی نمونده. ما باید شفاف به مردم بگیم چه چه کار کردن. شما اگه با بمونی، خب بمونی 5 سانت بحث و جلو ببری بهتره؟ بله. یا اعتراض کنی، سر و صدا کنی، بگی من یه آدم آزاده ای هم فلان هم، اینو بیای بیرون و اون 5 سانت هم جلو نره. یا 5 سانت بعد 10 سانت بعد یه ده. یه موقع هستش که ما با یه خطری هست جلو تو اتوبان، خب اگه تو سرعت رو کم بکنی دیرتر به اون خطر میرسی، اما آیا سرعت رو کم کردن باعث میشه تو به اون خطر نرسی؟ تو باید شجاعت دور زدن داشته باشی. اینجا مسئله اینه، گوش مسئله بیلی. اینه که تو با این روند بری جلو، مثلا آروم آروم حالا یک کاریش میکنی، مثلا اون مدیر وزارت نیرو که گفت حالا یک کاریش میکنی از من برمیدارن یک کسی رو میذارن بدتر، ما دیگه چیزی برای از دست دادن ما به مرز اوورشوت رسیدیم، ما به مرز ورشکستگی اکولوژیکی رسیدیم. اوضاع بسیار خطرناکتر از اون چیزیه که مردم ما دارن متوجه میشن. یه جایی ما باید در واقع تیر خلاص رو بزنیم، بگیم که چه اتفاقی افتاده. حالا یه بزنم سیستم ساقه مدنی رو تحمل نمی کنه. آقا اصلا من به سیستم کار ندارم، من میگم من عاشق سرزمینم هستم. خب یه موقع هستش که همین الان عیسی کلانتری که بیرون ستاد احیا است با همین ادبیاتش بیشتر میتونه به احیای دریاچه کمک کنه، باور کنید بیشتر میتونه کمک بکنه. همین حرفایی که امروز زد فشار بیشتری به حاکمیت میاره و اگه 2 سال پیش رفته بود بیرون و استفاده داده بود بیشتر به احیای دریاچه ارومیه کمک میکرد. من میگم ما به خاطر یه عشق بالاتری به سرزمینمون بعضی موقع بعد عشقمون به صندلیمون و رفاقتمون با رئیس بالادست بذاریم کنار تا این مملکت درست بشه. ما به یه نسل ایثارگر نیاز داریم. راجع هر شما هست ولی مگه من چرا استفاده دادم؟ نیروی اجرایی الان بحثشون اینه که آقا من وایستادم با چنگ و دندون میلیمتر میلیمتر دارم پیش میبرم، چون اگر که وایستم میشم اصلا میبینی که چون اگه وایستم میشم ببین میلیمتر پیش بردن نیست، داره جلوی یه ماشینی رو که داره میره درد سقوط کنه میگیره، اصلا فایده نداره. قضیه اینه، مسئله خیلی جدی تر و اصل ماجرا اینه که ما میتونیم مشکل حل بکنیم. یعنی واقعا این مشکل قابل حله، اینطوری نیست که نباشه. یک اراده وجود داره که فکر میکنه همه راه ها به توسعه کشاورزی ختم میشه، به کوبیدن بر طبل وابستگی معیشتی به منابع آب خاک، به استقرار صنایع آب بر ختم میشه، چون ما میتونیم اینجوری استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. ما میتونیم اگر همه دنیا ما رو تحریم کرد روی پای خودمون بایستیم. ما داریم میگیم این میتونه خطرناکترین مؤلفه باشه برای فروپاشی این سرزمین، چون که خود وزیر نیرو داره میگه 130 میلیارد متر مکعب از وسعت آبخانه‌های ما کم شده، یعنی مهمترین شاخص امنیت زیستی این کشور در حال از بین رفتنه. اصفهان در حال مهاجرت وحشتناکه. خوزستان که 4.8% بالاترین رشد جنینی رو داشته فقط 0.7% افزایش جمعیت رو داشته. 10,000 معلم از خوزستان رفتن، 10,000 معلم دیگه دارن میرن جلوشون رو گرفتن. چطوره که این آمارها رو شما نمیبینید؟ چگونه استش که این موج وحشتناک مهاجرت رو نمیبینید؟ توی خوزستان یه کارگر ماهر وجود نداره. گوش بدید، کسی که فکر میکرده میتونه از یه جای دیگه پول در بیاره در خوزستان رو ترک میکنه. اینها این آزمایشگاهیه که به ما میگه که زب ملاحظات محیط زیستی در پای مصلحت‌های اقتصادی میتونه کشور رو به باد بده. کی باید این حرف رو بزنه؟ دانشگاه صنعتی شریف باید بزنه. دانشگاه صنعتی شریف گردنش از همه ما کلفتره، اونو که نمیتونن حذف کنن. اون باید بیسته و این حرفو بزنه، نه اینکه همراهی بکنه. در دهه 1980 میلادی این مثال رو گوش بدید، روانشناس اتریشی با تیمش تصمیم میگیره بره به جنوب سودان،
برای اینکه در یک روستایی که هنوز پدیده آدمخواری وجود داره مشکل حل بکنه. بهش میگن آقا این کارو نکن، خطرناکی میزنن نابودت میکنن. میگه نه، من با رئیس قبیله صحبت کردم، مشکلی نیست، میرم حلش میکنم. اولا وارد میشه، براش گاو میکشن، اصلا خیلی استقبال عجیب غریب، شروع میکنه کارگاه آموزشی گذاشتن فلان این حرفا. بعد از یه هفته نگاه میکنه این بر اون بر میره، بر دستش نیست، بر دست این بر نیست، اون بر نیست، کجاست؟ توی دیگه. اصلا نابود میشه. میگه بابا جمع کنیم بریم، فایده نداره. رئیس قبیله میفهمه، میاد میگه به تمام بت‌ها سوگند، در اون لحظه ای که این وردست تو رو داشتن تو دیگه میخوردن، من اونجا نبودم. کجا بودی؟ رفته بودم هیزم بیارم. برای چی؟ برای اینکه آتش زیرمون دیگ رو شعله ور کنم. متخصصین ما، برخی از متخصصین ما دارن خواسته یا ناخواسته بر ارتفاع هیمه آتش نادانی اضافه میکنن با همین مصلحت اندیشی هاشون. حالا خاتمه نزدیک میشیم، ولی شما یک غیر از نقدایی که گفتید دیگه چه مسئلهی با روی کرده ستاد داشتی و الان دیگه بگذاریم از این مسئله، بریم شاهزاده عزیز. اهدای بشقاب یادبود کاخ سنای ایتالیا به شاهزاده عزیز علی حضرت رضا شاه. اینم صبح امروز یا ظهر امروز شماست که عزیزان دیدید که علی حضرت وارد سنا شد. و برنامه امشب رو با هم مرور خواهیم کرد. من یه چند ثانیه به من فرصت کوتاه بدید. الان میام خدمت شما. خب درود ویژه خدمت شما عزیزان و تمام اهوراییان، جاوید شاه، جاوید خاندان با عزت پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان با اون تاج همیشه طلاییش. امیدوارم مثل همیشه سرفراز، پیروز، موفق و پر از انرژی باشید. امیدوارم مثل همیشه موفق و پر از امید باشید، امیدهای فراوان باشید، امیدهایی که شما نازنینان با تمام شرایط وارد عرصه‌ای شدیم برای براندازی. و میدونیم چقدر ما عزیزان این روزها چقدر نور امید در دل ملت ایران و مردم ایران بارورتر شده و سفرهای اعلی حضرت و یا بگیم اعلی حضرتین پرنسس یاسمین عزیز و شاهزاده عزیز اعلی حضرت توأم شده با اینکه ملت نور امید خودشون رو باز هم پربارتر دیدن، پرنورتر دیدن. عرض کردم در لایو قبلی که تاجداران اگر دیده بودید لایو قبلی رو و دوستان عزیز مشاهده کرده باشید، یک کار محبتی و کار با اراده‌ای همه ما به عهدمون هست و باید بجنگیم تا این کار رو به اتمام برسونیم. درود عزیزان، درود به تک تک شما. پیام‌های شما باعث میشه که من بخونم. متاسفانه عذرخواهی هم میکنم از شما نازنینان، ولی بریم روی مسئله اصلی و نماد کلی براندازیمون. یادتون باشه که کار نیمه تمام اعلی حضرت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بزرگ، دو اعلی حضرت بزرگ ایران و مردان اهورایی، و کاری که شهبانوی نازنین ناتمام گذاشته به عهده دو تا از سفیران عشق ایران زمین و اهورایان ایران زمین هست، اعلی حضرتین رضا شاه دوم و بانوی زیبا، و واقعا بهتون بگم هم زیبا هم متین هم خوش سخن و هم اینکه پر از عشق و محبت و ایران دوست و وطن دوست و هم وطن دوست و انسان دوست که میدونیم چقدر این روزها بهش احتیاج دارن ایرانی ها. و این پرنسس یاسمین عزیز ما هم امروز در کنار اعلی حضرت جولان میدادن و
فردا یک نشست ویژه دارن با ملت عزیزی که در ایتالیا هستن، ایرانیان عزیز و مقیم ایتالیا، که امیدوارم عزیزان نازنین فردا کولاک کنید، مثل امروز تمام رسانه ها رو مشغول این مسئله کنید. اما لایو امشب، مبنای لایو امشب داستان دیگری است. میخوام یک مسئله مهمی رو بهتون عرض کنم، خوب توجه کنید. در این بابه که شما نازنینان داشتید مشاهده میکردید اوضاع درون ایران رو، و به هر حال شما نازنینان هم دیدید که رسانه های مختلفی مشغول حالا چابلوسی، غیر لوسی، یا اونور لوسی یا اینور لوسی هستن که هستن، یه اتفاق جالب از بین بیت رهبری داره همه ما و مردم ایران رو به سمت خودش میکشونه. خوب توجه کنید، این اتفاق توسط جمهوری اسلامی و ملایان که چند سباهی است همه ما رو مشغول کرده، دلنگرانم کرده خیلی از عزیزان رو که چه اتفاقی داره پشت پرده میفته. یه اتفاقی امروز افتاد که در بابلسر نگهبان یک بانکی یک آقای معمم یا یک نماینده ملازاده و ملای معممی رو کشته، که ما مخالف اصلا کلن کشتار هستیم، ولی این هوای این مسئله رو داشته باشید که جمهوری اسلامی برای پاک کردن خبر مهم اعلی حضرت به ایتالیا و پارلمان ایتالیا و اروپاییان رو که مشغول تدارکاتی هستن که با اعلی حضرت بشینن و آینده ایران رو مشخص کنن برای ملتش که باید خودشون تصمیم بگیرن، میان گفتم پاش بیفته عمه خودشونم، آره پاش بیفته بچه خودشونم میکشن، پاش بیفته هر کاری آخوند ازش برمیاد، میان و این اخبار رو وارد فضای مجازی میکنن. شما نگاه کنید در فضای مجازی رسانه‌ای مثل اینترنشنال که اینقدر آب و تاب داشت از ترس میاد رجعت میکنه به امریکا، تهدید میشه از طرف جمهوری ملایان. یک بخش دیگه با تمام شرایط شما نگاه میکنید که ایران با عربستان اون دوستی خاله خرسه رو با چینی ها درست میکنن، و چون اینترنشنال تأمین کننده مالیش و به هر حال سرپرست مالی اون عربستان سعودی است، میاد و تأثیر میذاره روی افشای خبر، نشر خبر. خوب توجه کنید، خبری که اسرائیل رفتن پادشاه ما و یا بگیم اعلی حضرتین بهتره، پرنسس یاسمین، یک اتفاق بزرگ رو در تاریخ رقم زدن. و جالبه بهتون بگم تمام دنیا رو اسرائیلی متوجه کردن که باید با رهبر واقعی مردم ایران شما معامله کنید، بشینید حرف بزنید و ملت ایران رو باید مد نظر بگیرید. این خبر رو میخوان یه جورایی سرپوش بذارن. با چه وسیله‌ای، با چه حربه‌ای؟ مثالای مختلفی در دوران 44 ساله آخوندیسم بر پیکره ایران اهورایی ما به وجود اومده، دیدیم و تجربه داریم. همین چند وقت پیش اگر حضور ذهنتون باشه، برای انحراف تفکر جامعه ملت ایران که در کف خیابان بودن، مدن و در شاه چراغ خودشون که حالا سر امامشونه یا هر کی از اونجا، این اتفاق رو رقم زدن که به هر حال چند نفر رو کشتن، یه تروریست اومد و و و بقیه‌اش هم خودتون میدونید. این از کجا اتاق فکر خامنه‌ای میومد بیرون. همین امروز کشتن این آخوند، کشتن این معمم که اتفاقا در مجلس خبرگان هم بوده، خبرگانشون هم بوده، از بچهای نیک به هر حال تهدید لسان خمینی و خامنه‌ای هم بوده، این شخص رو خودشون به دست خودشون به ترفند خودشون، خیلی مضحکه، خودتون میبینید که واقعا متوجه میشید، میکشن، ترور میکنن که بندازن روی داعش اومده و نمیدونم طالب اومده و آقا ملت ایران رو تجهیز کردن و از این داستان اومد در بابلسر. اما میخوام این مطلب رو بگم، بجز اون مسئلهی که میدونیم همه ما واقف هستیم که این مسائل
خوشبختانه ملت هوشیار شدن. ملت ایران انقدر درایتمند به مسائل روز دنیا میپردازن که جمهوری اسلامی در حال واحد هیچ کاری نمیتونه بکنه. هرچی ترفند داره، هرچی تله گذاری میکنه، همه برای ملت ایران بی‌معناست. چرا؟ دلیلش به خاطر اینه که بچه های عزیز، شما بلا فاصله پادشاه عزیز ما میره به پارلمان ایتالیا، وقتی وارد این مسئله شد ملت تمام فضای مجازی پیچید به سمت اخبار پهلویست و وارد شدن پادشاه عزیز و داستانی که شما از بر کردید. این اتفاق به ما یک آلارم میده، این اتفاق به ما یک هوشیاری ویژه میده، این آلارم میده که یکم این چارچوب رو بیشتر حفظش کنیم. این چارچوب دوستان عزیز، دوستان نازنین، چی هست اصلا و چرا باید حفظش کرد؟ آیا به نظر شماها باز هم ما غفلت خواهیم کرد؟ باز هم ما اشتباه خواهیم کرد؟ بله، اگر ملت ایران رو بخوان به حاشیه بکشونن میتوانند، اما ماها هممون یک وظیفه ملی میهنی و از همه مهمتر وظیفه‌ای داریم که باید نسبت به اطرافیان خودمون و مردم خودمون بیانش کنیم. خوب توجه کنید دوستان، این وظیفه از همه مهمتر، همین وظیفه‌ای که ما نام میبریم اینه که ما در بخش‌هایی که میایم در فضای مجازی فعالیت میکنیم، یک بخشیمون باید هممون بیایم مثلا به اعتصابات به هر حال دامن بزنیم، یک بخشی اونایی که میتونن باید در لایو هاشون، در تلویزیون هاشون، در بخش های دیگه باید هر شکل ممکن از نظر مالی کمک کنن به همدیگه، یک بخش های دیگه باید اطلاع رسانی از درون ایران رو به صورت گسترده و موثق تأمین کنن، بپذیرن، انجام بدن که تمام شما نازنینان دارید توی این کار به هر حال هماهنگ میشید، هر کدوم از شما استاد شده. جمهوری ملایان در مقابل حربه‌هاش باید عین خودش رفتار کرد، هم هوشیار بود و هم ناک اوتش کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعضی مواقع ما خودمون رو غالب ندونیم که بله دیگه تموم شد، ما چون شاهزاده عزیزمون داره زحمت میکشه پس ما بشینیم تا ایشون هر کاری میخوان انجام بدن و دستمون رو زیر چونمون بزنیم کار هم درست میشه. یه سری ملت بیکار هم هستیم که دنبال عیاب و ذهاب دیگر هستیم. مرغ امروز شده 120,000 تومان، کیلویی 120,000 تومان. مرغ در درون ایران شده کیلویی 120,000 تومان. میشنوید عزیزان؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی پای مرغ هم دیگه اون مردمی که باید دست پایین رو گرفته بودن و میخرید، نه که میخریدن، پای مرغی که تیکه مینداختیم ما بیرون برای حیوانات، اینها رو میفروشن. چربی های یا پوست هایی که اضافه است و میکنن از مرغ یا اردک یا دیگر مثلا، اینها رو میفروشن، ملت میخرن. میدونید یعنی چی بچه های عزیز؟ میدونید چه اتفاقات بزرگی توی راهه؟ میدونید ما باید تمرکزمون، زم تفکرمون فقط کف خیابان، اعتصابات، نافرمانی مدنی و یک بخش دیگرمون حواسمون به عمل کرده دیگران باشه نسبت به پادشاهمون. پادشاهمون کارش درسته، تمامه کاری که پادشاه انجام میده، ای کاش همه ما اون موظفی رو به درستی انجام میدادیم، اون انجام وظیفه رو به درستی مثل پادشاه انجام میدادیم. مرغ نیست، مرغ وجود نداره، نه که نیست. اینا ما میدونیم، ما ایرانی ها متاسفانه یه بخشیمون هم خیلی دلال بازی در میاریم با این همه که رگ گردنمون کلوف میشه، ما ملیگرایی، ما فلانی، ما بهمانیم، برمیگردیم روی مسئله های مختلفی خیلی جبارسینگ میشیم. جدی بهتون میگم، این اتفاق رو دوستان نازنین بی بدیل باید یک تراژدی بزرگ در حال واحد که میخواد رقم بخوره به نوعی
آلارم بدونید، زنگ خطر بدونید، زنگ خطری که شما نازنینان دارید با تمام این دوست عزیزم نوشتم عموس رو به عزیز رستوران داشتیم، ما قبلا استخوان‌های گوساله شتر دور می‌ریختیم، ولی الان میارن میخرن، ملت ایران اونا رو میپزن، آبشون رو میخورن، استخونا رو بعد میندازن بیرون. باور کنید من حیوانی دیدم استخون انداختیم جلوش نخورد. مرغ فداتون بشم 120 هزار تومن، اینقدر سبزی خوردن 100 هزار تومن. برید ببینید، امروز یکی از دوستان برای من، یه دوست عزیزی دارم ایران آقایی هست، خیلی هم با محبت هستن، اصلا باورتون نمیشه چیزایی به من میگو، میگفتم خدایا ما توی اصحاب کهف زندگی میکنیم یا شما چیکار کردید ملت ایران؟ چیزی که شما نازنینان گرهی که با دوتا انگشت و دستتون میتونید راحت اینجوری بازش کنید، چرا اینجوری میخواید دورش بدید؟ پادشاه عزیزمون کارشو انجام میده بابا، وارد بازی پادشاه الکی نشید، او کار خودشو درست انجام میده. تازه حامی او و یکی از زیرکترین و با محبتترین و باهوشترین زنان ایرانی، نمیگم همه زنان باهوشن، همه با محبتن، همه طلایی دارن، اینجوری بهتون بگم بهترین زنان دنیا ایرانی ها، در کنار همدیگه میتونیم مملکتمون رو بسازیم. و میدونید که پرنسس یاسمین عزیز در کنار اعلیحضرت هستن، نگران اون موضوعات نباشید، شما فقط کف خیابون رو مد نظر بگیرید. از اخبارهایی که میخواهند شما و ملت ایران رو بکشونن به سمت سوق خودش و از اصل قضیه یعنی خبر مهم پادشاه غافل کنن، پرهیز کنید. من پریشب پستی برای شماها گذاشتم، استوریش هم کردم، استوری گذاشتمش، برش داشتم ولی استوری گذاشتمش، که آقای اعلی حضرت رضا شاه دوم، مسیح علی نژاد، اون آقایون دیگر رو، آقای آخوندی و اون آقای اسم یادم هم میره، ایشون رو مثلا در توییتر آنفالو کردن. بعد خودم فکر کردم، گفتم خب الان نمیگم خوب نیست، این خبر خوبه، ولی میدونید کجای کار گیره؟ منی که یک تعهدی به هم دیگه دادیم، اخلاقاً رفتاراً و شیوه رفتاری خبری ما اینه که کف خیابون و مثل ملت کف خیابونی باید رفتار کرد، این خبر میتونه خیلی همونو خوشحال کنه، اما شاید ما بریم به سمت و سوخی دیگر، بذار ملت در اعتصابات به سر ببرن. این خبر رو میشه خیلی از عزیزان دیگر هم بدن، این خبر رو خیلی ها منعکس کردن. حامد اسماعیلیون، اون آقای حامد، بله حامد اسماعیلیون بود، آقای آخوندی بود، علی آخوندی و اون خانم مسیح علی نژاد، شیرین عبادی امروز گزارشی بیرون داد که ما و سه اعضای دیگر خواهیم موند، هرچند این منشور مهسا به پایان خودش به اون چیزی که ما میخواستیم نرسیده. درسته، اشکال نداره، اونا هم ببونن کار خودشونو بکنن، هیچ مشکلی نیست. شما، ما و همه عزیزان چی رو ما قبول داریم؟ کجا رو قبول؟ به کی وکالت دادیم؟ به اینا دادیم؟ ما وکالتمون رو به اعلی حضرت دادیم، اعلی حضرت هم وکالتمون هر جا باشن تا اون لحظه که هستن، تا اون لحظه که میدونن صلاحه، تا اون لحظه که مهم هست، ما هممون پی اون فرمان اهورایی خواهیم بود. علت این که، خوب توجه کنید، علت این که ما مردم ایران اعلی حضرت رو قبول داریم، نه فقط از باب پدر و پدر بزرگشه، نه، او همان ناجی است که در کتاب ها ممکنه نامش اومده باشه. فراموشتون نشه، یکی از دلایلی که آیا آنفالو شده یا نشده، اون برمیگرده به سخنان اعلی حضرت، اظهار نظرات والا گوهر و خیلی از عزیزان دیگه که در این راه بینش بهتری دارن روی اون موضوع. فقط یک چیز بهتون بگم بچه ها، ما توی این فضای مجازی اعتصابات رو مد نظر، ما
عملکرد پادشاهمون رو باید نقش در درون خیابانش رو ایفا کنیم. وظیفه همه ما عملکرد و تفکر و اندیشه و گفتار راسخ و صادق پادشاه و والا حضرت پرنسس یاسمین کف خیابان ایران. ما ببینید وکالت به نمیدونم شیرینک عبادی و از این مسائل ما نداده بودیم. ما وکالت به اعلی حضرت دادیم، او رو قبول داریم و میدونیم که اگر چپ راست هر جوری بگه ما با او عهد و پیمان بستیم. ما تجدید میثاق همیشه از ابتدا داشتیم تا آخر. یک بار قسم میخوام یا رومی رومیم یا زنگی زنگ. از هر کدوم از شما استدعا میکنم اهداف پادشاه ما رضا شاه دوم رو کف خیابان وظیفه همه ماست هم ترویج بدیم، هم اجرا بکنیم، هم با دقت ویژه گوشمون هوشمون پی فرامین اعلی حضرت رضا شاه دوم. تازه یک والا گوهر عزیز هم اضافه شده در بخش زنان. من بهتون اون پریروزم گفته بودم والا حضرت راهی رو میره که شهبانوی نازنین نیمه تمام گذاشت، رضا شاه دوم هم راهی رو میره که محمد رضا شاه پدرش اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر و رضا شاه بزرگ ناتمام گذاشته بودن. ملت نذاشتن، بیگانگان نذاشتن، وگرنه خودشون همه هم و غم و آتیش راه، انصافا بهتون بگم آتیش راه پیشرفت بودن. ولی این آتش به جان ما افتاد، آتیش اینانی بودن که بر ما امروز حاکم هستن، بر کشور ما حاکم هستن. وگرنه شما نازنینان خودتون تاریخ رو از بر بکنید متوجه خواهید شد. به هر روی استدعا میکنم خوب توجه کنید، ما وظیفه ملی میهنیمون اینه که در این راه کوشش کنیم و در کوشش هامون تمرین کنیم، ممارست کنیم، بی بدیل یک اراده همگانی و متحد داشته باشیم، هوش و گوش و چشم و نیاز شخص پادشاه و پرنسس رو هم از دور می فشاریم و می بوسیم که برای میهن وقف دارن می شن. دوستان خوب به این مسائل با جدیت کامل بدید. دیگه کسی در ایران تاجدار ما به هیچ وجه ممکن اجازه بدید من این پیج رو هم بیارم بالا، دیگه کسی توی ایران آزاد و ایران اهورایی باخت علکی نخواهد آورد. دیگه خزعبلات و تحجرات آخوندی نمیتونه بر ما بچربه. دیگه ملت ما آگاه شدن، انتخاب خودشون رو به درستی انجام دادن، فقط مونده با تمام وجود کف خیابان تمام کنیم قضیه رو. سر مار تو پاستوره، سر مار تو پاستوره، در تهران سر مار تو پاستوره و ما باید حتما و حتما اونجا هدفمون باشه. اتفاقی که ما داریم میریم جلو، دوستان عزیز من بهتون بارها در سالهای پیش گفته بودم، گفتم منتظر بدترین شرایط قحطی ها برای شما و مردممون باشیم. دلار اینی که شما میبینید نخواهد ماند، از این بدتر هم خواهد شد. مرغ از این بدتر هم خواهد شد. فقط جمهوری ملایان یک شگرد خاصی داره، یک اتاقی داره، اتاق فکری داره که از این اتاق فکر بهره های مفیدی چون روانشناسی ملت ایران رو خوب بلده، از نظر روانشناسی دقت کرده، میدانه در کجای زمان وارد کنه چه ضربه ای رو به ملت ایران. الان این آخوندی که کشته شده نشه براتون تیتر خبر
اصلی شما. نه عزیزان، تیتر اصلی خبر ما سفر بسیار مهم حائز اهمیت اعلیحضرت باشه، تا میتوانید پوست‌های شاهزاده عزیز اعلیحضرت رضا شاه دوم و پرنسس یاسمین فیلم ها رو پخش کنید. نذارید در رسانه ها و مدیاها، نگذارید شمع محفل رو از شما بگیرن، نگذارید آخوندها شما نازنینان رو از مسیر و تفکرتون غافل کنن. بچه کسایی که دارن فوش میدن من میندازم بیرون، خواهش میکنم شما جواب ندید، دفعه من اشتباهی شما رو بیرون نندازم. از هر جهت خوب توجه کنید، از هر جهت اوضاع یک سری مراسم میدونیم زحمت های زیادی ملت میکشن، میدونیم خیلی بد میشه، خیلی از شرایطی که شما الان دارید دقیقا بدتر هم خواهد شد. من بارها این رو بارها گفتم، باز هم میگم، ما یک شانس خوبی که آوردیم بچه های عزیز اینه که ملت ایران این بار تصمیم قاطعی گرفتن، تصمیم گرفتن در کنار پادشاه این پیوندی رو که با هم دیگه، قولی رو که با هم دیگه دادن تا آخر برن. خاندان پهلوی مسیرشون مشخصه، هیچ وقت این نیست که کاری رو نیمه تمام بذارن. اگر از منشور یا از افرادی که در دورشون هستن کسایی میخوان حق بازی در بیارن، همون مطلبی که بارها بهتون گفتم، زمان زیادی نخواهد پی شد، پی نمیشه، مشخصا سریعا از مسیر خارج میشن. خودشون از همین الان تصمیم نفسگیری جمهوری اسلامی داره میگیره. شما نگاه کنید در شهرهای بلوچستان دو جوان رو میکشن، دو جوان دیگر رو به بیمارستان انتقال میدن، یکی دیگر را هم میکشن دیشب، به خاطر اینکه ماشین نیرو انتظامی این عزیزان رو زیر میگیره. و خیلی جالبه ها، با قباحت تمام میاد و عزیزان رو که زیر گرفته به مردم معترض شلیک هم میکنه. میدونید اتفاق مطلب کجاست؟ اتفاق مطلب اونجاست که قباحت رو اینها اصلا بهش گفتن زکی، قباحت رو کنار گذاشتن. همه ما امروز میدونیم که در راه وطن باید همچون رهنوردها فکر کرد، باید بدونیم در راه براندازی. بچه اونایی که فوش دادن یا توهین میکنن به کسی من میندازم بیرون، نگران نباشید، خیالتون تخت. این امشبی که ما در کنار هم داریم طی میکنیم نشانه های براندازی رو دیگه خودتون دارید احساس میکنید. چطور میشه جمهوری اسلامی احساس نکنه؟ چطور میشه به نظر خودتون؟ چطور میشه جمهوری اسلامی این همه مصیبت رو بار مردم کرده، این همه بدبیاری و بدبختی رو بار مردم کرده، میبینه که در فضای مجازی غیر در خیابانها ملت دارن با جرأت تمام مرگ بر دیکتاتور، چه میدونم مسائلی که شماها حتی باور کنید از مرحله فوش و ناسزا هم عبور کرده، به نظرتون نمیشه، به متوجه نمیشه جمهوری اسلامی؟ مطمئن باشید اون از شما بهتر متوجه است، میدونه که چه اوضاعی برایش شما رقم خواهید زد، میدونه که شما چه اوصافی رو برای او مهیا خواهید کرد، میدونه که چه مراسمی در انتظارش هست. حالا شما عزیزان میایید میبینید واقعیت ها رو میبینید، خوشم میاد یک خبری رو جمهوری اسلامی برای پوشاندن صورت مسئله همیشه میاره، پیش میاره که ملت ایران ازش غافل بشن. توی همون دقایق ملت ایران با شکوه تمام همه مفسر میشن و مفسرانی به وجود میاد که میگن آقا این از خودشونه، اون یکی میگه فلانه، این از فلانه. دقیقاً
ملت ایران همه کارشناس شدن، همه متخصص شدن، همه جراحیم، همه ارتوپدیم، آقا همه دکتریم، متخصص شدیم. اصلا چه بخوایم چه نخوایم در مورد خیلی از مسائل، حتی زندگی زناشویی، قضاوت ها، حتی در فرایض دینی، مذهبی، چه میدونم اجتماعی، سیاسی، تایی اون قضیه رو بداری میبینی آقا اصلا توی این فاز نبوده، هیچ تخصصی نداشته، ولی خب به وجود آورده. فرافکنی رو از جمهوری اسلامی باید بگیرید بچه ها، باید نگذارید خبرهای دست اول مهم ملیگرایان رو تبدیل کنه به یه خبری که مثل ملایی که امروز کشته شد. خب صد تا از اینا خواهد مرد، مطمئن باشید، به ایران هم قسم صد تا از اینها بدتر خواهید دید، صد تا از اینها خواهید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. ملت ایران پوست اینا رو خواهند کرد، اینجوری نمیمونن، اینجوری نخواهد موند. ملت ایران اینقدر ساکت نخواهد موند عزیزان. اینایی که فکر میکنن مثلا در حال واحد میتوانن حکومت خودشون رو داشته باشن و همونجوری که بوده 40 سال همینجوری هم بخوان بتازونن، کور خوندید، اشتباه کرد. من سال 88 و 96، سال 96 یه خاطره کوچیک بگم براتون که بدونید قضیه خیلی اسفناکه. در سال 96 یه دوستی ما داشتیم که برادرش یه قاضی بود، عرض کنم خدمت شما، اون برادرش توی شهرداری معاون بود. این دوست عزیز ما خودش بچه خوبی بود، گفت سهراب جان اصلا یه چیز عجیبی. گفتم با این تشکیلاتی که امروز اومدن ملت توی خیابون شما چیکار کردی؟ گفت به خدا سهراب جان ما رفتیم چند تا اسلحه از اسلحه خونه های دولتی رو که کار میکردن گرفتیم، با چند تا نگهبان رو آوردیم توی خونه مستقر کردیم، مبادا مردم بریزن توی خونه ما. این هیچ کاره بود، اینا کوچیکاش بودن اینجوری میترسیدن، بزرگاش از شما لرزه و اندامشون نمونده دیگه. باور کن این کوچیکشون بود، میگفت میدونیم که اگر اتفاقی بیفته طبیعتا ما جان سالم به در نخواهیم برد و ملت ایران انتقام سختی خواهند گرفت. بابا این چه کاره بود؟ میگم یکیشون قاضی بود، یکیشون هم برادرش، برادرها توی شهرداری معاون بود پسره. خب شما حساب کنید ملت ایران اینا رو نمیخواد باور نکنه یا بکنه، خودشون باور دارن یا نه؟ میدونن که چه آشی برای خودشون درست کردن، روغنش چقدره. حالا در تصمیم گیری هایی که همه اینها با هم در اتاق فکر دارن باید بیان سلاخی بکنن یکی از خودشون رو، بذارید من این پیجه بگیرم، یه آخوند دیگر رو باید سلاخی بکنن، یه آخوند دیگر رو باید بکشن که مثلا انحراف تفکر جامعه باشه، که امروز اعلیحضرت وقتی میره ایتالیا خبر اصلی و صدر جدول این مسئله است، یا کف خیابان اعتصاباته بپیچه به سمت آخونده کی کشت، چرا کشت، این که کشتش نگهبان بود یا خود نگهبان رو زده بودن. دوستان از این وقتا ما نداریم، ملت نون ندارن بخورن، ملت در گرسنگی و قحطی دارن به سر میبرن، ملت آشفتند، ملت در تنگنای تاریخی تناردیه و در تنگنای تاریخی قرار داره، که در فیلم رابین هود که نشون میداد بچه بودیم چقدر ناراحت هم میشدیم از این کشت و پشتارها شما زیاد خواهید دید. دوستان عزیز شک نکنید، شما اصل مطلب اونیست که ما باید در کف خیابان اعتصابات رو گرامی بداریم، کارگران بخش های مختلف باید دست به دست هم بدن، باید دست به دست هم بدید بچه های عزیز من، کارگران،
کارمندان، معلمین عزیز، پرستاران عزیز، کشاورزان عزیز، اسپانیای عزیز، در خواب نازی که اگر شما رو محو کردن نوبت شما هم خواهد رسید. این جمهوری اسلامی ترحم نداره. این جمهوری اسلامی برای کشتن شب چراغ اومده. هویت ایرانی مشخصه. الان پیوند بین پادشاه و ملت بسته شده، محکم شده. شما نگاه کنید اون شخصیتی که میاد، بله ویکتور هوکو اینقدر داستان خودش رو چیز نکرده بود. شما اگر توجه داشته باشید عزیزان نازنین، ملاها توی زندگیشون یک روز کار نکردن. الان که چون شما عرصه رو به اونها تنگ کردید، چون فکرشون درگیر شده، کارشون در از زیادتر شده. حالا چون اینا در این بخش کار کرده ضعیف عمل کردن و چیزی برای ارائه ندارن مثل پادشاه ما. ببینید یه مثال براتون بزنم. یادتون میاد بعد از منشور و داستان بچه های عزیزی که اومده بودن توی خیابان و مهسای نازنین، شاهزاده عزیز از صبح بعد از اون وکالت، از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب این رسانه اون رسانه. شما همین الان که ما نشستیم داریم اینجا صحبت میکنیم، اعلی حضرت رضا شاه دوم و پرنسس یاسمین دارن در جایی در ایتالیا دارن مصاحبه میکنن با تلویزیون ها. میدونستید اینو؟ همین الان که ما نشستیم. عزیزان نازنین، کار رو اونا بلدن. ما باید منسجم باشیم، ما باید کف خیابان هماهنگ باشیم، ما هم باید کار رو بلد باشیم و به دست بلد کار بدیم. سربازان توی شطرنج که بازی میکنید، سربازه که نتیجه رو عوض میکنه. شاه جای خودش هست، سرباز عملکردش مهمه. شاه جای خودش هست، وزیر جای خودش هست، ملکه میدونه چی کار باید بکنه. قلعه فیل. برادران من، خواهران من، دختران نازنین سرزمینم، این آزادی رو نمیشه دیگه مثل محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ یک نفر کوشش کنه بقیه بخورن و مفت بخورن و بخوابن، هر وقت هم عشقشون کشید بزنن به تارک بدبختی. دوستان، امروز در فرانسه در یکی از اتوبان‌های معروف شهرشون یا کشورشون چند نفر معترض، میخوام این مثال براتون بزنم که متوجه بشید چه اتفاقی ما داریم در چه سرزمینی شما عزیزان دارید زندگی میکنید و ما هم داریم حسرت میخوریم. در فرانسه تعدادی معترض بلند میشن، با هم متحد میشن، امروز صبح رفتن یکی در اتوبان‌های بزرگ کشورشون، فکر کنید مثلا اتوبان قزوین یا قم به تهران، میرن ماشین میذارن، تعدادشون هم کم نبود، مصالح ساختمانی میبرن، اتوبان رو با بلوک سیمان درست میکنن، قشنگ اتوبان رو، ماشینا هم مونده بوق بزن. حالا شما ببینید اون کشوری که پیشرفته است. میدونید چی میشه بچهای عزیز من؟ بچه ها، این کسی که فوش داد به اعلیحضرت، من انداختم بیرون، شما نازنینان عکس‌العمل اول نشون ندید من اشتباه نکردم. میدونید چه تصوری داره این مسئله؟ میخوام بهتون بگم که متوجه موضوع بشین چقدر حساس این موضوع. اونا نمیان این افراد رو بگیرن ببرن زندان، حکم بهشون بدن، ابتدا بزنن بکشنشون بعد حکمشون رو صادر کنن. نه، دولت فرانسه میاد نهایتا روی قانون اساسیش یه متمم میزنه. در دولت‌ها و کشورهای مترقی و صاحب سبک، خوب توجه کنید، نمیان کشور رو عوض کنن، حکومت رو عوض کنن کامل، میان
قانون رو تغییر میدن، متمم میزنن روش، اگر کشور دارای قانون اساسی و روال نسبتا درستی باشه. کشور ماش اون کشور پیشرفته نیست، از جهان سوم هم عقب‌تریم ما. برای همینه که وقتی شما نازنینان هر بار، ما در دوره رضا شاه بزرگ تا به امروز، هر وقت ملت تصمیم میگیرن به تنگنا میان، به اشتباه خود ملت میپیوندن که چه اشتباهی کردن، ملت یا گول میخورن مثل سال 57، میان محتویات نظام رو کامل باید عوض کنن. چرا؟ چون یعنی جهان سومی. چرا؟ چون قانون اساسی جمهوری اسلامی درست کرده بود خودش پایبندش نیست، خودش به قانون اساسی خودش معتقد نیست، خودش میگه زنان حقوقی دارن اما پایبند اون حقوق یک سومی هم نیست، ضد بشری خودش هم نیست. ما از جهان سوم عقبترین، برادران من، ما دقیقا در حد و نصاب افغانستانی، خیالتون راحت بشه. با یه تفاوت، افغانی ها مثلا دوران محمد رضا شاه بزرگ رو به این زیبایی نداشتن، اما ما دوران طلایی داشتیم. امروز احمد شاه مسعود و تمام مخالفان طالبان در افغانستان در سیستمی که شما فکرشو میکنید مثل شورا، نه این منشورها و تشکیلاتی که این از اون میگه اون از این میگه، چرا من وارد این بازی ها نمیشم؟ چرا میذارم به حال خودشون؟ چرا ما باید دنبال بازی دیگران الکی بیفتیم؟ من بیام از چی؟ من پادشاه همون میشناسم و پرنسس یاسمین عزیزم رو میشناسم و سلام تمام شد، که در بازی هیچ وقت بازنده نمیشید. شما اگر میخواید بازنده نشید، اعتمادت رو به این دو فرد و این دو شخصیت داشته باش، بقیه رو محتاطانه برو جلو، شک نکن موفق میشی. چرا؟ چون خاندان پهلوی دروغ رو بلد نیستن، اصلا دنبال دروغ نیستن. از ابتدای بد ورودشون، چه پدرشون چه پدر بزرگشون، دنبال زندگی راستین بودن. هر آنچه که بهترین چیزهای دنیاست برای مردمان دنیا داره رخ میده، اونا دیدن و برای ما آرزومندن، برای ملت ما. برای چی من وارد این بازی های کوچیک و مثلا خسته کننده نمیشم؟ چون من پادشاهم رو میشناسم. ملاک معیار سنجش تفکر بنده و عملکرد بنده پهلویه. خط قرمز ما پهلویه. تموم شد. حالا میخواد توی این مسیر حامد اونجوری بیاد، اسماعیلی بیاد، سپاهی بیاد. آقا اگر دولت، هیچ وقت به این مسئله نگاه کردی؟ من بهتون بگم، اگر دولت اسرائیل با اون اطلاعاتی که خودتون میدونید، نه اون وزیر اطلاعات خانومه که ما چاکریشیم، اگر دولت اسرائیل در همین سفر خبر داده به پادشاه عزیز ما، به پرنسس یاسمینه، محتاط باش، این افرادی که دور اطراف دستن این کارنامه شونه، از طرف جمهوری اسلامی این کارنامه شونه، موساد فکر میکنید کم مثلا تحقیقاتش الکیه؟ فکر میکنید کارشناسانش میدونید چه تیم برجسته‌ای داخل اسرائیل در موساد کار میکنن و چه نظام تو وسط دل تمام جانوران و تروریست ها داره اسرائیل زندگی میکنه؟ با چی؟ با همون نظام موساد، با همون وزارت اطلاعات اون خانم و امثال هم. اگر دولت اسرائیل گفته که آقای پهلوی عزیز، خانم پهلوی عزیز، یکم محتاط باشید، این افرادی که شما نام میبرید و دور خودتون جمع کردید داره کارنامه و سابقه اینگونه ای هستن، آقا اصلا جاسوس هم. کسی میدونه؟ حالا همه چیز رو بعدن خودمون خواهیم شنید. مطمئن باشید عزیزان من، این چیزایی که ما مد نظرمونه باید خیلی خیلی موشکافانه درست انجام بدیم. اعتماد ما
سلب نمیشه که نمیشه که نمیشه به خاندان پهلوی. تمام شد. ما ملت ایران رو یک بار در سال 57 بیگانگان گول زدند. ملت ایران رو بیگانگان گول زدن. همین بچه های چپول، کمونیست ها، دست نشانده ها، حزب توده ای ها، همین از آن کارشناس هایی که شما توی مثلا بی بی سی میبینید، یا کارشناس هایی که مثل مسعود بهنود و امثال هم میبینید، اینا فکر میکنید چی کاره بودن؟ فکر میکنید برای کی کار میکردن؟ اینا بودن که پدران و مادران بی سواد ما رو گول زدن. یک بار ملت ایران گول این افراد رو نسبت به خاندان پهلوی خورده. ملت ایران، این نسل جدید از صمیم قلب با تفکر و اندیشه ملیگرایانه مهره واقعی خودش رو پیدا کرده. حس به پادشاه خودش رو، به شاهدخت خودش رو، به همه عزیزان نازنینی که در کادر خانوادگی پهلوی هستن میشناسه. ملت رو دیگه نمیشه گول زد. ما پادشاهمون بگه شبه میگیم شبه، بگه روزه میگیم روزه، ولی اینکه برعکس باشه. چرا؟ نمیخوام بگم هرهوری مذهبیم، نه، اون مذهب رو برای خودمون مثل این کروات میدونیم، تغییر پیدا میکنه. دیشب زرد بود، امروز سیاهه، اون یکی فلانه. این مطالب رو گفتم که شما نازنینان هوشتون رو، حواستون رو روی مستقیم روی مسئله در نظر بگیرید. یه دفعه برای شماها باز میخوان اینا با ماسمالی مثلا هدیه‌ای بیارن تقدیم کشور، مردم کشور ما بکنن. نه، فداتون بشن. ملت ایران دقیقاً میدونه که برنامه‌ای خواهد داشت بعد از براندازی با مجاهدین ناخلق. ملت ایران میدونن که چه شاهنامه‌ای خواهند داشت بعد از براندازی با کسانی که دستشون به خیانت و خون ملت ایران آغشته است. ملت ایران دقیقاً میدونن مهسا رو کی کشت. دقیقاً اسم اون شخص، فامیل اون شخص، شهر اون شخص، فرزند اون شخص، ملت ایران کامل میشناسه. ملت ایران، ببینید من عجیبم میگیره مثلا اسماعیلیون و دیگران، حالا چند هزار تا فالوور هم دارید، فکر میکرد مثلا الان بیاد توی فضای مجازی بد اینو بگه یا بد اون رو بگه ملت مثلا گول میخورن. نه، ملت ایران خیلی هوشیاره آقای اسماعیلیون، آقایون دیگر، خانمای دیگر. ملت ایران پسند دیدن خودش رو این بار بر حسب عقل و درایت تصمیم خودش رو گرفته. برای همین من بهتون میگم پادشاه ما کارش رو بلده، فقط ما مردم ایران باید درست انجام وظیفه کنیم. ما باید درست کاری که به همون محول شده درست انجامش بدیم. به ایرانم قسم، به ایرانم قسم، این کار خیلی ساده است. منتها ملت ما متاسفانه یا خوشبختانه درگیرشون وقتی میکنن، مثل جریان امروز این آخونده کشته شد، خیلی ها میخواستن اصلا این خبرهای پادشاه رو انعکاس ندن، برن به چسبن به آخوندو کی کش. خب کش که کش، مگه مهسا رو کشتن؟ شما براتون روشن شد که کی اینا گفتن بهتون کی کشت و چی کارش خواهند کرد؟ نه. مگه قاتلان یا داستان یا سناریوی مشهد یا سناریوی شاه چراغ شیراز براتون روشن شد که اینها چگونه انجامش دادن؟ نه، این سناریو قدیمی بچه ها دیگه تموم شد. آخوندی هر وقت میمیره ملت ایران انقدر خوشحال، خدایی من دیگه همچی چیزی ندیده بودم. در دنیا اگر بپرسید از کسی که ما وقتی یکی از اینا میمیره چقدر خوشحال میشیم، به خدا به ما نمره میدن، ما رو تو گینه ثبت میکنن. آخوندی رو خودشون کشتن.
داشتن برای اینکه ملت تفکرش از اصل مطلب خارج از اون صورت مسئله رو پاک کنن. آقا ما با این آخونده کار داریم، ما آخونده رو در آینده نزدیک باشون کار داریم، میخوایم گاوان برای ما بکشن، گاوان اسرائیلی. پس فکر میکنید سفر به اسرائیل چه دستاوردهایی داشت؟ فکر میکنید سفر به اسرائیل چه دستاوردهایی برای ما ملت ایران خواهد داشت؟ ملت ایران به این راحتی مثلا سفر رو کنار خواهند گذاشت؟ نه عزیزان، اینا کار خود سپاه، کار خود جمهوری اسلامی، کار خود ملاها برای عوام فریبی. هر کاری میکنه جمهوری اسلامی. خواهش میکنم از همتون، توی مسیری که ما قرار داریم، این مسیر داره به درستی طی میشه. پادشاه کارش رو درست انجام میده. در کنار این ابرمرد اهورایی، شاهدخت عزیز میاد، در کنارش شهبانوی نازنین میاد، در کنارش خواهید دید همین الان پرنسس یاسمین والا حضرت هستن و بسیاری از خاندان پهلوی در فضای پشت پرده دارن کمک میکنن. اینگونه نیست که شما فکر میکنید. آقا یه کار به شماها پادشاه از شما میخواد، میدون رو خالی نکنید، کف خیابون رو خالی نکنید، اعتصابات رو گرامی بدارید، اعتراضات رو گرم نگه دارید، کمک کنید به هم دیگه، نذارید این آتشی که آخوند هر لحظه میخواد بخوابونه با ترفندهای مختلف بخوابونه، نگذارید. همه ما وظیفه داریم، وظیفمون تعریف شده است، براتون تعریف کرده بودم. امروز وقتی شما در کنار اعلی حضرت والا حضرت پرنسس یاسمین رو میبینید، چه حسی دارید؟ حس نمی کنید پادشاه فقید و شهبانوی نازنین دارن انجام وظیفه خدمت به ملت خودش رو داره انجام میده، تکمیل کننده راه نیستن؟ امروز شما وقتی دارید مشاهده میکنید که مردم ایتالیایی یا ایرانیان ایتالیایی تبار یا مردمی که در ایتالیا، ایرانیانی که در ایتالیا هستن، چه استقبالی کردن از پادشاه و والا حضرت، میدونید یعنی چی؟ یعنی آقا ملت ایران فهم خودش رو، درک خودش رو با خزعبلات و ریش سفیدان و مردان منتوپوش عوض نخواهد کرد. یعنی ملت ایران زیبایی ها، آبادانی ها، شکوه، جلال و مادر و پدر واقعی خودش رو دیگه با تحجر، سیاهی و تنفر، خدعه، نیرنگ جا نخواهد کرد و عوض نخواهد کرد. ملت ایران پادشاهشو میخواد، ملت ایران شاه دختش رو میخواد. شما هنوز، گفتم به صورت رسمی ما دو تا سفر ارزشمند رو ما داریم میبینیم. ببینید چه باستابی رو در فضای مجازی و دنیا این دو اهورایی برای شما ملت ایران، برای خود ملت ما در خارج، در داخل به وجود آوردن. چقدر مهربانانه بدون ریا مردم رو تو آغوش میگیرن. شما خامنه ای رو دیدید کسی رو تو آغوش میگیره جز دختران کوچولو کوچولو و پسرای کوچولو کوچولو رو؟ شما دیدید خامنه ای بیاد توی فضای عموم یا اصلا بره آقا ایتالیا؟ شما اصلا دیدید که زن خامنه ای چه شکله؟ شما اصلا زن خمینی رو دیدید؟ شما اصلا زنان اینا رو دیدید تو عرصه خدمت به مردم؟ خودشون که هیچی، زنانشون، خودشون که جز بدبختی برای ما چیزی نداشتن، زنانشون دیدید؟ من هنوز در تعجبم زنانی که هنوز با اون سبک و سیاق و اون چادرهای مخصوصی که در انجام وظیفه هستن در خدمت ملائیس، چجور همجنس خودش
دختران ایرانی، زنان ایرانی رو میگیره و میخواد ارشاد کنه. چی رو ارشاد کنی؟ چی رو ارشاد کنی؟ ذات دختران و ذات زنان ایرانی رو تو هنوز نشناختی. چی رو میخوای درست کنی؟ شما چی رو میخوای تغییر بدی؟ خانم احتکار نمیدونم از این مزخرفاتی که خودتون میشناسید. چی رو میخوای تغییر بدی؟ آقای وزیر نمیدونم چی، یا آقای رایدان نادان، چی رو میخوای تغییر بدی؟ یادتون باده باشه عزیزان نازنین، کاری که رضا شاه بزرگ، هر کاری رضا شاه بزرگ پای ریزی کرده، این صحبت من رو اینجا دیگه طلایی بردارید، خودم هم ممکنه کوتاه ازش در بیارم. هر کاری پهلوی ها در، خوب توجه کنید، هر کاری پهلوی ها در طول تاریخ برای ایران و ایرانی انجام دادن، مثل طلای ناب که هیچ وقت رنگ نمی بازه، رنگ عوض نمی کنه، تا ابد باقی ماند. رضا شاه بزرگ چادر رو و حجابی رو که شماها روی سر به اجبار کردید، به اختیار از سر برداشت و زنان رو از این تحجر آزاد کرد. این کار نه از الان، از زمانی که رضا شاه بزرگ انجام داد، این کار هم تاریخی و طلایی خواهد بود. هر کاری پادشاهان پهلوی انجام دادن، پیه ریختن، از زیربناش بگیرید تا انتها، شما هنوز هم که هنوزه، هر کاری که محمد رضا شاه بزرگ چه در خارج چه در داخل انجام داده، ردخور نداره، خللی درش ایجاب نشده که نشده که نشده. تازه اینها که برای سازندگی نیومدن، اینا برای تخریب اومدن و تا به امروز هم تخریب کردن. هر کاری که رضا شاه و محمد رضا شاه بنیان گذارش بودن، تا به امروز مردم دوستش دارن، گرامیش میدارن و مثل طلای 24 عیار تا ابد باقی خواهد ماند. این خاندان اصلا برای سازندگی اومدن، این خاندان اصلا ذاتن برای پیشرفت کشور، مهر همدیگر اومدن. این خاندان تکمیل کننده آرزوهای ایرانیان انتهه هزارها. این خاندان اهورایی آقا کاربلدن، متخصص سازندگی کشور در تمام امور هستن، اصلا ذاتن برای اشتراک. چرا؟ چون صداقت دارن، راستی رو میدونن چیه. رضا شاه بزرگ میاد در 17 شهریور فلان کار رو میکنه، مثلا، یا مثلا دی ماه 17 دی میاد همین جریان چادر، رضا شاه بزرگ 17 دی میاد چادر رو برمیداره، ابتدا هم از خودش و کارگزاران شروع میکنه، زنان عزیزشون روسری ها رو برمیدارن تا ابد موند. تو میخوای چی آقای رادان برداری؟ تو میخوای چی رو محصور کنی؟ چی رو میخوای بپوشونی؟ این رو تو عددی نیستی، صد تا مثل تو هم عددی نخواهند بود. در مقابل رضا شاه بزرگ کاری که کرده هیچ کس نمیتونه مقابله داشته باشه و مقابله بکنه. ببینید یادتون بدم این مسئله مهمه ها، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بزرگ هر کاری که در تاریخ ما انجام دادن، مثل جریان بیستون پا بر جا و بقا داره. حجاب رادان که نه، خمینی که نه، خامنه‌ای که نه، آقای بنفش، آقای کتوله، آقای نمیدونم هر رئیس جمهور و امثال همی که شما فکرشو میکنید، هیچ کس نمیتونه جلوه کاری که رضا شاه بزرگ در انجامش اراده کرد و محمد رضا شاه بزرگ
در تسریع اون، پیشرفت اون بیشتر گشایش ایجاب کرد و کاری که امروز فرزند آنها رضا شاه دوم و شهبانوی نازنین و والا حضرت پرنسس یاسمین دارن انجام میدن، هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. هیچ کس. جنتی هم با اون امیرالمومنینیش نمیتونه آقا جلوی واقعه ها و کارها و خدمات رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بزرگ و شهبانوی عزیز رو نمیشه گرفت. این تو تاریخ ما حکه، تو خون ما، تو گوشت پوست ما حکه. پس بنابراین این رو برای همیشه گفتم که مد نظرتون باشه. بریم بچه های نازنین رو بیاریم بالا و در خدمتشون باشیم. صدای سیاسی، اگر اشتباه نکنم آقای صدای سیاسی، خواهش میکنم فقط اگر میایید بالا صحبت کنید، کوتاه صحبت کنید که ما بتونیم بیشتر در خدمت شما تاجداران باشیم. آقای صدای سیاسی، آقای صدای سیاسی که هیچی، خانمی هم هست، خانم فکر کنم اگر اشتباه نکنم شیوا یا شیرین، اگر اشتباه نکنم. بعد استدعا میکنم عزیزانی که میایید بالا کوتاه صحبت بکنید که نوبت به دیگران هم برسه. سفر فردا بسیار مهم بوده، سفر ایتالیا، و فردا عزیزان نازنین خوب توجه داشته باشید. اعلی حضرت رضا شاه دوم و والا حضرت یاسمین عزیز فردا نشست دارن با مردم و ایرانیان عزیزی که در مرسی عزیزم، مرسی، سپاسگزارم. این آقا که نشد وصل بشه، ببینم خانم شیرین زدم، امیدوارم وصل بشین. عرض کنم خدمت شما فردا ایرانیان به طور مستقیم هم مصاحبه هم دیدار با اعلیحضرت و والا حضرت رو دارن در ایتالیا. امیدوارم شما نازنینان هم توی این مسئله، در همین که در اعتصابات کوشش میکنید، در ترویج و پخش این مسائل کوشش کنید، کوشش والا. در حال واحد نگران این نباشید کی رفت، حسن رفت، حسین اومد، این رفت، اون اومد، همه رو ول کنید. گفتم عشق رو بچسبید. عشق چیه؟ دو پادشاه عزیز ما و والا حضرت شاه دخت و خیلی از عزیزان خاندان پهلوی هستن. فقط همین، توی دیگه فکرتون رو معطوف نکنید آقا موفره و نمیدونم فلانی باید برن و اینا میرن. هر کی اشتباهی بکنه خودش خواهد رفت. دیگه هم نمیشه با پادشاه سرشاخ شد. ملت ایران تصمیم گرفتن، ملت ایران پسند کردن، ملت ایران شکوه جاودانه خودشون رو پیدا کردن، ملت ایران اساس خودشون رو مشخص کردن، ملت ایران امروز به جای این و اون و ان و او ای چی رو دوست دارن؟ خودشون رو دوست دارن، ملیگرایی رو دوست دارن. خواهش میکنم، من میبینم یه عزیزانی که میزنم هیچ کدوم، و آقای امیر زدم، امیدوارم وصل بشی. آقای دوست عزیزمون آقای امیر رو فکر کنم دیشب هم گردیم، نمیدونم. این آقای بعد بذارید این دوست عزیزمون صحبت کنن. دو تا هم اومدن، دوست عزیزی اومده بالا. نباشی آقا سهراب عزیز، حال شما خوبه؟ دوست عزیزم کوتاه فقط صحبت کنید که برسیم به دیگران. بفرمایید جاوید جان. چشم آقا سهراب، اون شب شما یه دانه سپاهی رو آوردین بالا، میگه چی؟ میگه تمام مردم ایران بریزن تو تهران. علت